سلام، به کانال آشپزی من خوش اومدین. بریم با هم برای درست کردن دسر زبرا اناری با این روکش جذاب مخملی. برای درست کردن این دسر من به رنگ قرمز احتیاج دارم و نمیخوام از رنگ خوراکی استفاده بکنم. برای همین دو تا لبوی متوسط رو خرد کردم و داخل قابلمه ریختم. یه مقدار آب جوش هم روش ریختم و حالا میذارم رو حرارت ملایم تا خوب بپزه. برای درست کردن محلوی سفید 1.5 لیوان شیر رو داخل ظرفی ریختم. 1/4 لیوان شکر رو بهش اضافه کردم. 1 قاشق غذاخوری آرد الک کردم داخلش و 1 قاشق نشاسته هم بهش اضافه کردم. میتونید از نشاسته گندم یا ذرت استفاده بکنید. حالا همه مواد رو با هم مخلوط میکنیم و بعد از صافی رد میکنیم و به ظرف دیگه انتقال میدیم. برای درست کردن محلبی قرمز هم 1.5 لیوان آب انار رو داخل ظرفی ریختم. 1/4 لیوان شکر اضافه کردم. 1 قاشق غذاخوری آرد الک کردم داخلش و 1 قاشق هم نشاسته بهش اضافه کردم. حالا همه مواد رو با هم هم زدم و مثل قبل از صافی رد کردم و به یه ظرف دیگه انتقال دادم. من برای درست کردن محلبی ها از 2 ظرف هم اندازه استفاده کردم. همزمان روی حرارت ملایم قرار دادم، مدام هم زدم تا به غلظت فرنی برسن. وقتی خواستید محلبی سفید رو از روی حرارت بردارید، نوک قاشق چایخوری وانیل بهش اضافه بکنید. ظرف مورد نظر رو چرب میکنیم. اول 1 ملاقه از محلبی انار داخل ظرف میریزیم و بعد از محلبی شیری 1 ملاقه میریزیم و به همین شکل به ترتیب این کار رو انجام میدیم تا موادمون تموم بشه. در آخر هم روی ظرف رو با سلفون میپوشونیم و برای 6 ساعت داخل یخچال قرار میدیم. بعد از اینکه از یخچال بیرونش آوردیم، اول با چاقو لبه ها رو آزاد میکنیم و بعد با دست این شکلی دسرمون رو از ظرف جدا میکنیم. حالا داخل ظرف سروِمون که 1 مقدار مرطوبش کرده بودیم برمیگردونیم. برای روکش مخملی 100 گرم بیسکویت پتیبور رو داخل آسیاب ریختم و پودرش کردم و 3/4 قاشق آب لبو بهش اضافه کردم تا قرمز رنگ بشه. خیلی اضافه نکنید چون ممکنه بیسکویت هاتون خمیری شکل بشه. وقتی که خوب با هم دیگه مخلوط شدن، داخل 1 ظرف دیگه پهن کردم. برای چند دقیقه گذاشتم داخل فر تا خوب خشک بشن. بعد که از فر خارجشون کردم، دوباره آسیابشون کردم و در آخر هم روی دسرم الک کردم. برای دیزاین هم از گل طبیعی و دانه های انار استفاده کردم. ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. من معصومه هستم و آموزش‌های آشپزی متنوعی رو داخل کانالم قرار دادم. لطفاً به کانال آشپزی من سر بزنید و برای دیدن آموزش‌های بیشتر کانال آشپزی من رو سابسکرایب کنید. علامت زنگوله رو هم بزنید تا به محض اینکه ویدیوی جدیدی رو داخل کانالم قرار دادم، نوتیفیکیشن برای شما ارسال بشه و تشریف بیارید و ویدیوی جدید رو ببینید. سپاسگزارم.